سلام خدمت همه شاگردان عزیز محترم، انشالله که همتون خوب هستین و در خانه های خود هستین و همچنان مصروف درس های خود. خب شاگردان عزیز، من رابیه غریبزاده، استاد صنف پنجم، مضمون ساینس، صحت و محیط زیست و همچنان موضوع درس امروز ما حساسیت و عکس العمل. قسمی که یادآور شدم کدام مضمون است؟ ساینس صحت و محیط زیست صنف پنجم و صفحه 13 کتاب شما موضوع درس و عنوان درس عبارت از حساسیت و عکس العمل ها می باشد. خوب شاگردان عزیز، حساسیت چیست؟ عکس العمل چیست؟ و همچنان کدام موجودات این خصوصیات را دارند و یا کدام یکی از موجودات هستند که دارای حساسیت ها و عکس العمل ها هستند؟ خب موجودات زنده هستند که دارای حساسیت و عکس العمل می باشند و سوال اینجاست که این حساسیت ها و عکس العمل ها در برابر کدام عوامل هستند، یعنی کدام عوامل باعث میشن که انسان ها حساسیت و عکس العمل داشته باشند. شما باید که یاد بگیرین در این درس انشالله که حساسیت و عکس العمل به حیث یکی از خواص موجودات زنده چی است و کدام موارد است، یعنی موجودات زنده کدام نوع حساسیت ها و عکس العمل ها را دارند. خب امین حساسیت و عکس العمل که یادآور شدیم در موجودات زنده یک خاصیت طبیعی است که در بسیاری موارد در مورد عوامل خارجی و در همچنان در مورد یا از عوامل داخلی این حساسیت و عکس العمل ها را نشان می دهند. پس زندجان ها توسط عوامل محیطی مانند نور، حرارت، فشار و عوامل داخلی مانند درد، گرسنگی، تشنگی و غیره احساسی دارند یا احساسی دارند می داشته باشند که از او عکس العمل هم نشان می دهند، اما در اجسام غیر زنده این گونه نیست، یعنی اجسام غیر زنده در خود هیچ حساسیت و یا عکس العملی ندارند. اما حساسیت ها قسمی که ما انسان ها می فهمیم به نام الرژی ها که بسیاری از اشخاص به نام الرژی ها می شناسند هم یاد می شود که این حساسیت ها می تواند از عوامل خارجی مانند اسپورها یعنی که همان تخمه های گل یا همان گرد هایی که در گل ها موجود است اسپورها هستند، بعضا می تواند باکتریاها باشه، بعضا می تواند کمین گرد خاک باشه و یا بعضی از مایکروارگانیسم ها و یا موجودات کوچک ذره‌بینی دیگر که ما به چشم دیده نمی دانیم می دانند که باعث همین حساسیت ها شوند. و همچنان بعضی انسان ها و یا هم بعضی موجودات زنده در مورد یا هم در بخش های تغییر فصل ها در همچنان حساسیت با دواها و همچنان بعض انسان ها هستند که حساسیت با بسیاری از غذاها دارند، مانند ماهی، مانند توت زمینی، مانند بعضی از حبوبات و یا هم بعضی از دیگر غذاهایی که بیشتر انسانها در او یا در مقابل او غذا حساسیت نشان میدهند. یعنی حساسیت ها متفاوت است، اما عکس العمل ها به چی گفته میشه؟ مثلا انسانی است که احساس گرسنگی میکند، یعنی احساس گرسنگی کرد و عکس العملش این است که نشان می دهد که من گرسنه هستم، یعنی ضرورت به غذا خوردن دارم، باید غذا بخورم. و بعضی حساسیت ها و یا الرژی ها هستند که از عوامل محیطی و یا هم از این که بعضی مشکلات در سیستم خون انسان ها می باشد با وجود می آید، یعنی که تمام حساسیت ها سیستم های داخلی بدن انسان و خارجی بدن انسان را میتونه که متاثر بسازه، مثل گزیدن بعضی حشرات،
قسمی که شما در تصاویر مختلف میبینین، حشرات از خود جایهای میمانند، یعنی که در وجود انسان از وقتی که میگزن جایهای میمانند که ما دیده میتانیم که این حساسیت جلد ما را نشان میدهد. یعنی جلد ما در مقابل گزیدن همان حشره حساس است و یا هم عکس العمل نشان میدهد و یا حساسیتی نشان میدهد از خود. و همچنان قسمی که یادآور شدم، حساسیت های فصلی در مقابل بعضی از گل ها، بعضی از اسپور ها و همچنان حساسیت در مقابل حشرات و یا هم گزیدن حشرات. یعنی این همه مواردی هستند که انسان ها در مقابل این موارد از خود حساسیت نشان میدهند و یا هم حساس هستند. و این حساسیت ها برای حفاظت زندجان ها در مقابل عوامل یکی از خواص مهم و دارای ارزش حیاتی است. یعنی که وقتی که ما انسان ها حساسیت نشان می دهیم، باعث این است که ما از جان خود محافظت می کنیم. یعنی در مقابل عواملی که از محیط بالای ما تأثیر گذار است، خود را محافظت می کنیم و برای ما یک ارزش حیاتی دارد. قسمی که در این تصویر میبینید، این یک طفلی است که حساسیت و یا عکس العمل نشان داده در مقابل تماس با حرارت. یعنی که وقتی که یک طفل در مقابل با تماس به حرارت حساسیت نشان میدهد، پس چی میشه؟ خود را از سوختاندن نجات میده. یعنی از این که به دستش ضرر برسه و یا هم بسوزه، خود را نجات میدهد. پس این مرحله است که می توانیم بگوییم عکس العمل ها و حساسیت ها در موجودات زنده باعث این می شود که خود را از خطرات، از بسیاری از عوامل محیطی که باعث ضرر برای انسان ها است، خود را نجات بدهد. همچنان قسمی که در این تصویر مشاهده می کنین، این حیوانات کوچک می خواهند خود را از شکار این حیوان نجات بدهند و چگونه حساسیت نشان می دهند با قسمی که در تصویر مشاهده می کنید. یعنی اگر برایتان نزدیک تر نشان بدهم، قسمی که در تصویر دیدید، این حیوانات عکس العمل نشان می دهند به خاطر این که بتوانند خود را از خطر شکار شدن نجات بدهند. یعنی که شاگردان عزیز، همیشه حساسیت ها و عکس العمل ها می تواند که باعث این شود که ما را از بسیاری خطرات و همچنان بعضی مواردی که برای وجود ما مضر است، ما را نجات بدهد و همچنان ما را حفاظت کند. و همین حساسیت ها است که فقط موجودات زنده داره این حساسیت ها می باشند و موجودات غیر زنده از این حساسیت ها ندارند و شامل این گروه نمی شوند. و یک مورد دیگر که می خواهم در تصویر برای شما نشان بدهم، حالا در جهان پیشرفته و جهان کنونی که ما زندگی داریم، حساسیت ها بسیار زیاد شده. یعنی قسمی که میبینیم محیط و ماحول ما بسیار زیاد آلوده است، بسیار زیاد برای جلد ما ضرر میرساند و غذاهای است در محیط و چار اطراف ما، غذاهای در بیرون است، غذاهای سرباز است و بسیاری مورد دیگر است که برای انسان ها حساسیت هایی را به بار میارد. حتی اگر انسان حساسیتی هم نداشته باشد، این عوامل محیطی و این همه مشکلاتی که در محیط و چار اطراف ما دیده می شود، باعث این است، این می شود که در وجود یک انسان حساسیت به وجود بیاید. خب، قسمی که در این تصویر می بینین نوشته است به نام تست الرژی، یعنی تست حساسیت. پس شاگردان عزیز، هر آن کسی که یا هر آن شخصی که در مورد تصاویری که قبلا مشاهده نمودیم مانند حساسیت در مقابل گزیدن و یا هم تماس بعضی حشرات به جلدتان، که بعضی حشرات به جلد شما تماس دارد و حساسیتی به وجود می آید و حساسیت ها در مقابل اینکه
با گل حساسیتی دارید یا با تغییر فصل حساسیتی دارید؟ و حساسیت با غذاها، با دواها و همچنان حساسیت با بعضی باکتریاها و دیگر چیزها، همه اینها می تواند که برای اینکه از این مشکل جلوگیری شود، تست آلرژی صورت بگیرد و همان شخص بتواند از این مشکل خود را در امان داشته باشد و راحت تر بتواند زندگی کند. اما شاگردان عزیز، حساسیت همیشه به این مشکلات گفته نمیشه. قسمی که یادآور شدیم، حساسیت ها عبارت از حس هایی هستند که انسان ها احساس می کنند و در مقابلشان عکس العمل نشان می دهند، مانند گرسنگی، تشنگی، نور، حرارت، فشار و دیگر عوامل. یعنی حساسیت ها می تواند که به دو بخش باشد. یکی حساسیت هایی که با وجود ما مفید است، که ما را می تواند از عوامل خارجی و از مضرات و همچنان ضررها محافظت کند، و یکی هم حساسیت هایی که مرض یا مرضی است. یعنی اون حساسیت ها شامل بخش دیگری از آلرژی ها میشن، یعنی بخش دیگری است که به نام مرض ها و یا حساسیت ها و یا آلرژی ها یاد میشوند. و اما درس مهم و عمده درس ما، و یعنی بخش مهم و عمده درس ما، عبارت از حساسیت و عکس العمل ها بود، که موجودات زنده دارای حساسیت و عکس العمل ها هستند که توسط این حساسیت و عکس العمل ها خود را از بسیاری خطرات محافظت میکنند و همچنان میتونند که زندگی راحت تری داشته باشند، با اینکه عکس العمل در مورد بسیاری از خطرات نشان بدهند. پس شاگردان عزیز محترم، همیشه متوجه باشیم که در مقابل خطراتی که با شما مواجه میشه عکس العمل نشان بدهید تا بتوانید که خود را از اون خطرات محافظت کنید. درس امروز ما همین قدر بود. امید که از حساسیت و عکس العمل ها یاد گرفته باشین و بفهمین که چگونه خود را محافظت کنین. تشکر، روز خوش.